در این قسمت بحث ما روی گویا کردن کسرهایی هستن که فرجهشون برابر با سه هست. یعنی توی مخرج من دو تا رادیکال دارم با فرجه سه یا سه تا رادیکال دارم با فرجه سه که باید بر اساس اتحاد چاق و لاغر حلش بکنم. خب بچه عزیز توجه بکنید اینجا رو. ببین چی میگه. میگه مخرج کسرهایی که بدین صورته. یعنی چی؟ دو تا عبارت رادیکالی با فرجه سه با علامت مثبت منفی یا سه تا عبارت رادیکالی با فرجه سه داریم. خب میگه اومدیم اون مخرج کسر یکی از این حالت ها باشه. ببین چی میگه. میگه همونطور که در اتحاد چاق و لاغر بیان شد، دو جمله لاغر میباشد و سه جمله چاق میباشد. بنابراین اگر به ما دو جمله ای دادند، قشنگ دقت کنید، اونو تو سه جمله ای ضرب میکنیم. دیگه اگر سه جمله ای رو به ما دادن، یعنی اگر به من چاق رو دادن، اونو چیکار میکنیم؟ توی دو جمله ای توی لاغر باید ضرب کنیم. فقط باید حواسمون به علامت مثبت و منفی باشد. این یعنی چی؟ حالا بعدی رو ببینیم. اگر مخرج این باشه، درسته؟ به من دو جمله ای رو بدن. توی اتحاد چاق و لاغر یه دو جمله ای بود با یه سه جمله ای. اون سه جمله ای علامته، یعنی ضریب جمله وسط علامتش فرق میکرد اگه یادتون باشه. خب علامت اینجا چیه؟ مثبته. اینجا پس چی باید باشه؟ باید منفی باشه. یعنی باید توی علامت منفی ضربش بکنید. پس ببینید دو جمله من لاغره. من باید دو جمله‌ای رو تو چی ضرب کنم؟ تو سه جمله‌ای باید ضرب کنم. اگر به من دو جمله‌ای دادن، تو سه جمله‌ای ضرب میشه. سه جمله چی بود؟ اولی به توان دو. جمله اول به توان دو. اگر به علاوه بود، منها حاصل ضربشون. یعنی در هم ضربشون کنم. میشه اینجا به علاوه جمله دوم به توان دو. به همین راحتی. حالا بعدی رو بچه‌ها نگاه کنید. دو جمله من علامت بینش منهاست. میخوام تو سه جمله یعنی چاق ضرب کنم. چی میشد؟ جمله اول به توان دو. بله. اگر منها بود به علاوه حاصل ضربشون بدین صورت میشه. جمله دوم به توان دو هم بدین صورت میشه. خب حالا اومدین به من سه جمله رو دادن، یعنی به من چاق رو دادن، باید چیکار کنیم؟ باید تو لاغره ضرب کنیم. لاغره چیکار میکنیم؟ جذر اولی رو میگرفتیم، جذر اینم میگرفتیم. خب اگر سه جمله ای علامت وسطش منها باشه، یعنی اون دو جمله ای که لاغره علامت وسطش چی بود؟ بعد به علاوه باشه. چرا؟ چون سه جمله ای علامت وسطش برعکس اون دو جمله ای است. حالا اینجا سه جمله ای رو ما داریم، علامت وسطش مثبته. پس تو دو جمله ای باید ضرب کنیم که علامت وسطش باید منفی باشه. جذر این و جذر این هم میگیریم، بدین صورت می نویسیم. خب حالا یعنی چی؟ با مثال جلو بریم که بهتر بتونید اینو درکش کنیم. من یک بار دیگه اتحاد چاق و لاغر رو میگم خدمتون. آ به توان سه به علاوه بی به توان سه. چه کار میکردیم؟ تواناشون رو برمیشیم. آ یک بی یک. توان آ و بی یکه، ولی اینجا سه هست، پس من دوتا کم دارم. درسته؟ پس میشه آ به توان دو بی به توان دو. علامتش چی اینجا؟ مثبته. تبدیل به چی میشه؟ منفی و در هم ضرب میشه. این میشه لاغر دو جمله، این میشه چاق سه جمله. حالا دقت کنید بچه ها، فرجمون چنده؟ سه. اگر فرجه سه رو بدن، از اتحاد چاق و لاغر باید بریم. اگر به من دو جمله ای رو دادند، من باید تو سه جمله ای ضرب کنم. و اگر سه جمله ای رو دادم، باید تو چی ضرب کنم؟ تو دو جمله ای ضرب کنم. ولی به چه صورت؟ من دو جمله ای رو دارم، من لاغر رو دارم. اولی میشه آ، دومی هم میشه بی، علامتش هم میشه مثبت. پس باید بیام این لاغر دیگه، باید ضرب داره چی کنم؟ سه جمله. سه جمله چی میگه؟ میگه اولی به توان دو. پس اولی به توان دو، هم بالا هم پایین فرقی نمیکنه. علامت مثبت دیگه. این بر عوض می شد. منها حاصل ضرب اول دومی در هم ضرب بکنه میشه این. ببین چقدر راحت شد. به علاوه دوم به توان دو، به توان دو هم برسونه میشه.
به همین راحتی. پس اگر به ما دو جمله رو دادند باید ضرب داره سه جمله کنیم. شما اتحاد چهار لغت تو ذهنتون باشه، بر اساس همین با همین علامت جلو بریم. خب صورت چی میشه؟ این که همون چاق ماه صورت یک تو هر چی ضرب شه میشه خودش. 5 به توان 2 25، 5 2 تا 10 تا 2 به توان 2 میشه 4. من صورت رو نوشتم، اما مخرج رو نگاه کنید. من لاغر رو دارم، چاقم دارم، لاغر داره توی چاق ضرب میشه، جواب میشه اولی به توان 3 به علاوه دوم به توان 3. به همین راحتی. این میشه 5 چون 3 با 3 میره، اینم با این میره، اینجا میشه 2 و در نهایت جوابش چند میشه؟ 7 میشه. خب بچه بعدی رو بریم جلو. این عبارت رو میخوام گویا کنیم. فرجمون چنده؟ 3. اگر فرج 3 باشه اتحاد من چاق و لاغره. خب یک بار دیگه چاق و لاغر با توان 3 رو بریم. آسه منهای 20 توان رو بر میداریم. آ توانش 1 توانش 3، بی توانش 3 توانش 1، دو تا کم داریم، هم آ 2 رو میذاریم هم بی 2. علامت بینش منهاز میشه مثبت و میشه حاصل ضربشون. به عبارتی دیگه توان و کار نداریم، اولی به توان 2، اگه منها باشه مثبت حاصل ضربشون، دومی هم به توان 2 چی میشه؟ میشه بی 2. فرجمون چنده اینجا؟ 3. اتحاد ما چیه؟ چاق و لاغر. به من چی رو داده؟ دو جمله رو داده، دو تا جمله بیشتر نداریم، اینو به من داده، پس به من لاغره رو داده. باید ضرب داره چی کنم؟ چاق کنم. جمله اول به توان 2، هم بالا هم بالا. اگر منها بود به علاوه، حاصل ضربشون هم بالا هم بالا، به علاوه جمله دوم به توان 2. این همیشه چی بچه ها؟ میشه همون چاق ما. به همین راحتی، بر اساس همین فرمول. توی صورت یک تو هر چی ضرب شه میشه خودش. حالا انجام میدیم بچه ها. 7 به توان 2 49 میشه، 7 3 تا 21، 3 به توان 2 هم میشه 9. حالا مخرج چیه؟ من لاغر رو دارم، چاقم دارم، لاغر من منفی، چاق من همه مثبت. جواب باید چی بشه؟ اولی به توان 3 منهای دوم به توان 3. جواب باید این بشه. 3 با 3 ساده میشه، 3 با 3 ساده میشه، 7 منهای 3 چند میشه؟ 4 میشه. یعنی تونستیم با این کار از طریق اتحاد چاق و لاغر مخرج رو از حالت رادیکال خارج کنیم. حالا بعدی رو ببینیم. دوباره تکرار میکنم، آ سه منهای بی سه با این برابر بود. ما اینو داریم الان. فرجمون چنده؟ آفرین، 3. فرجه اگه 3 باشه چاق لاغره، لاغر دو جمله بود، چاق من 3 جمله بود. اگر به من دو جمله رو دادن، لاغر رو دادن، من تو چاقش 3 جمله ضرب میکنم. خب این لاغرم. آ منهای بی میخوام ضرب کنم. اولی به توان 2 میشه 2 به توان 2، 2 به توان 2. اگه منها باشه علامت عوض میشه، حاصل ضربشون اگه ضرب بکنن میشه این. درسته؟ دوم به توان 2، اینم به توان 2 برسونم یه چنین چیزی به دست میاد. حالا میام جلوتر. این چند تا جمله داریم بچه؟ 3 تا. پس من لاغر رو دارم توی چاق ضرب میکنم. خب توی صورت مشخصه این میشه 4، بعدی هم دو تا رادیکال 2 با فرجه 3، 2 به توان 2 هم میشه 4 با فرجه 3. کاری باش نداریم. اما مخرج ببینید، لاغر من یعنی آی منهای بی من داره تو چاق من ضرب میشه و جوابش میشه چی؟ اولی به توان 3 منهای دوم به توان 3. پس میشه اولی به توان 3 منهای دوم به توان 3، یعنی آ به توان 3 منهای بی به توان 3. این جای همون آبی من بود دیگه، پس آ به توان 3 منهای بی به توان 3. خب 2 به توان 3 که میشه 8، اینم 3 با 3 ساده میشه، فقط 2 میمونه که 8 منهای 2 میشه چند؟ 6. دیگه مخرج رادیکال نداریم.